رو من و خانمم به وقت رسیدن من وجدانم یک صدومه یک هزارومه چیز ناراحت هست و خوشحال هستم از اینکه این سه نفر رو بقیل بودم درود به همراهان کانال 13 با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما هستیم. پرونده جنجالی خرمدین‌ها که شاید یکی از پیچیده ترین پرونده های جنایی سالهای اخیر به شمار می رفت، حالا با گذشت خانواده دامار وارد مرحله جدیدی شد. این پرونده از 26 اردیبهشت ماه امسال با پیدا شدن تکه های بدن یک مرد در سطل زباله‌ای در فاز 3 شهرک اکباتان به جریان افتاد. تنها چند ساعت پس از پیدا شدن این جسد مسله شده معلوم شد که مقتول کارگردان 47 ساله سینما به نام بابک خرمدین است و عاملان این جنایت پدر و مادر او هستند. اکبر خرمدین به همراه همسر خود علاوه بر قتل بابک به ارتکاب 2 قتل دیگر نیز اعتراف کردند. آرزو دختر خانواده و فرامرز شوهر سابق آرزو. اکبر خرمدین در تحقیقات گفته بود که فرامرز رو در سال 90 و آرزو رو در سال 97 به قتل رسونده و پس از مسله کردن اجساد اونها رو در نقاط مختلف تهران رها کرده و در همه این قتل ها همسرش هم دستش بوده، اما نقشی در ارتکاب قتل ها نداشته. در چنین شرایطی رسیدگی به پرونده در دادسرای جنایی ادامه داشت و هنوز کیفرخواست صادر نشده بود که مدتی پیش خانواده فرامرز یعنی خانواده داماد خرمدین ها به دادسرای جنایی تهران رفتند و از قصاص گذشت کردند. خواهر فرامرز اعلام کرده ما از قصاص دایی گذشتیم، اما درخواست کردیم که به حبس محکوم شود و هرگز روی آزادی را نبیند. او به همراه دو برادرش ساعتی پیش به دادسرای جنایی تهران رفتند و اعلام کردند که از قصاص داییشان می‌گذرند. شنیده‌ها حاکی از آن است که اکبر خرمدین از قصاص نجات یافته و البته زندان 10 ساله در انتظار اوست و همسرش نیز به خاطر معاونت در قتل به زندانی کمتر از پدر بابک خرمدین محکوم می‌شود. مرسی از اینکه تا این لحظه همراهمون بودید. حتما نظرتون رو راجع به این موضوع توی بخش کامنت برامون بنویسید. و برای اینکه از اخبار و ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید.